شب روزتان خوش، احمد رأفت هستم. شصتمین برنامه اعدام بس است و مثل همیشه با نگاهی به چند خبر آغاز میکنیم. ۶۵ نماینده پارلمان اروپا نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. در بیانیه‌ای که توسط گروه دوستان ایران آزاد تهیه شده است، آمده که امضا کنندگان به شدت نگران تعداد بالای اعدام‌ها در ایران هستند. به گفته این نمایندگان، در 4 سال اول ریاست جمهوری حسن روحانی، 3000 نفر در ایران اعدام شده اند و به همین دلیل نمی‌توان رئیس جمهوری ایران را اصلاح طلب یا میانه‌رو تلقی کرد. این نمایندگان همچنین با اشاره به انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران به دلیل آنکه مخالفان از شرکت در انتخابات منع می‌شوند آن را آزاد و عادلانه ندانسته است. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از اینکه زنان نمی‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند یا به عنوان قاضی انتخاب شوند و همچنین حجاب اجباری و زندانی شدن فعالان حقوق زن انتقاد کردند. بیانیه 265 نماینده پارلمان اروپا همچنین به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی اشاره می کند و می گوید که وی در جریان اعدام های سال 1367 عضو هیئت صادرکننده احکام اعدام هزاران زندانی سیاسی بود که به هیئت مرگ معروف شد. در این بیانیه از رئیس کمیسیون عالی حقوق بشر و شورای عالی حقوق بشر خواستند که هیئتی برای تحقیق در مورد این اعدام ها تشکیل دهد و دولت‌های اروپایی را به مشروط کردن روابط خود با ایران فراخوانده است، به گونه‌ای که جمهوری اسلامی مجبور به توقف اعدام‌ها و پیشرفت آشکار در تعهد به حقوق بشر و حقوق زنان شود. نمایندگان ضمن ابراز نگرانی از آنچه نقش مخرب ایران در منطقه نامیده‌اند، به حضور فعال سپاه پاسداران در سوریه و عراق پرداخته و خواستار قرار گرفتن این نهاد نظامی در فهرست‌های سیاه بین‌المللی شده‌اند. آنان همچنین از دولت‌های اروپایی، ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل خواستند که نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کنند. پارلمان اروپا 751 نماینده دارد و از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تشکیل شده است. سی نفر در زندان زابل در انتظار اجرای حکم اعدام. سی زندانی که به مرگ محکوم شده و حکم اعدامشان در دیوان عالی کشور به تایید رسیده است، در زندان مرکزی زابل در انتظار اعدام به سر می‌برند. زندان مرکزی زابل صدها زندانی را در خود جای داده است. گزارشات بسیاری در خصوص بدرفتاری مسئولان زندان، قطعی مکرر آب زندان، تراکم زیاد جمعیت، عدم تهویه هوای داخلی بندها و همچنین جیره بیکیفیت و ناکافی غذایی زندانیان تاکنون دریافت شده که باعث نگرانی است. اردیبهشت ماه سال جاری یک زندانی به نام رمضان کوهکن به علت آنچه ضربه مغزی بر اثر برخورد خشن مسئول حفاظت زندان گفته شد جان خود را از دست داد. حدود 80% جمعیت زندانیان این زندان را زندانیان سنی مذهب تشکیل می دهند. اما تمام زندانبان ها و مسئولان زندان شیعه هستند و این موضوع باعث بروز مشکلات عدیده ای شده است. حدود 60% از زندانیان این زندان با اتهامات مربوط به مواد مخدر بازداشت و بسیاری از آنها به اعدام محکوم شدند. اما همکنون احکام اعدام 30 زندانی با اتهام قتل عمد، مواد مخدر و آدم ربایی در دیوان عالی کشور به تایید رسیده و در چند قدمی چوبه دار قرار دارند. دو تن از این 30 زندانی به نامهای شاه قاسم گلبچه و ولی یوسف زهی که هر دو با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند، در زمان بازداشت زیر 18 سال سن داشتند. اسامی این 30 زندانی: کریم اشترک، غلام محمد نورزهی، هاشم سنچولی، احمد علی چوپول زهی، امیر ریگی، عبدالنبی علی زهی، نورالدین تیموری، نثار احمد گلبچه، شاه قاسم گلبچه، حیدر گلبچه، خداداد نارویی، جاوید کریم کشته، حسین کریم کشته، جمعه رخشانی، نور احمد گافخوره، عادل شیرانزهی، محمد سراوندی، یوسف ریگی، نعمت الله براهویی، پرویز میر بلوچزهی، جواد قاسمی، مهدی ایروزایی، مشتبه انصاری،
ولی یوسف زهی، امین میرزایی، حامد سنچولی، اقبال شاهوزهی، ماعدین شاهوزهی، مهدی دوستی، مجتبی سارانی. ارجاع حکم اعدام مرجان داوری به دیوان عالی کشور. پرونده مرجان داوری، محقق و مترجم، زندانی در ندامتگاه قرچک که با اتهاماتی از جمله عضویت در جنبش نوپدید عرفانی اکنکار به اعدام محکوم شده، به شعبه 47 دیوان عالی کشور ارجاع شده است. مادر مرجان داوری پیشتر در گفتگو با خبرگزاری هرانا گفته بود دخترم قرار بود تبرئه شود، اما نمیدانم در این میان چه اتفاقی افتاد. برایم علامت تعجب است. چرا؟ مرجان یک نابغه است، نویسنده و مترجم است، میتوانند از وجودش بسیار استفاده کنند. با آقای صلواتی گفتم نگذارید هرز برود، اما از زندان اوین به زندان قرچک فرستاده شد. به عنوان یک مادر میسوزم. امیدوارم دیوان عالی کشور در این حکم تجدید نظر کند، نه فقط بچه من، بچه های دیگر هم روی چهارپایه نروند. مرجان داوری تحصیلات ابتدایی را در انگلستان و در بازگشت به ایران در مدرسه بین‌المللی تیزهوشان پارتیان به اتمام رساند. در 13 سالگی موفق به اخذ دیپلم ترجمه زبان انگلیسی شد. تحصیلات دانشگاهی را با رتبه 2 رقمی وارد دانشکده هنر دانشگاه الزهرا در رشته گرافیک و نقاشی و همچنین تحقیق و ترجمه در زمینه علوم باطنی و هستی شناسی مشرق و مغرب زمین ادامه داد. وی که فارغ التحصیل رشته گرافیک دانشکده هنر دانشگاه الزهرا تهران، مترجم کتب علوم باطنی و الهی و اشراقیون و یکی از محققان مؤسسه مطالعات و تحقیقات متافیزیک راه معرفت است، در مهر ماه 1394 با تعطیلی و بازداشت مسئولان مؤسسه راه معرفت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام افساد فی الارض، رابطه نامشروع، اجتماع و تبانی علیه نظام، عضویت در فرقه عرفانی اکنکار به همراه کریم زرگر، دیگر متهم پرونده، از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد. حکم اعدام برای یک نوجوان متهم به قتل. یک جوان 22 ساله به نام فرشید که متهم از 6 سال پیش در سن 16 سالگی یک پسر 17 ساله افغان را با انگیزه سرقت به قتل رسانده، در دادگاه به قصاص نفس محکوم شد. فرشید در دادگاه گفته بود من حالا 6 سال است که در زندانم. به خاطر بچگی دست به این قتل زدم و در کانون اصلاح و تربیت متوجه شدم که اشتباه بزرگی مرتکب شدم. در این پرونده با توجه به عدم شناسایی اولیای دم، رئیس قوه قضاییه برای وی حکم قصاص درخواست کرد. در دادگاه وکیل متهم درخواست استفاده از ماده 91 قانون مجازات اسلامی را کرد که مورد موافقت قضات قرار نگرفت. در ماده 91 قانون مجازات اسلامی درباره جرائم موجب حد و قصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال آمده است اگر مرتکب ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکند به دیه و زندان محکوم می شود. در معاهده حقوق کودک که ایران نیز از امضا کنندگان آن است به صراحت آمده است که مجازات اعدام و محکومیت‌های طولانی مدت در مورد کودکان نباید اعمال شود. داعش 163 نفر را که قصد فرار از موسل داشتند اعدام کرد. در حالی که نبرد برای آزادسازی شهر موسل در عراق ادامه دارد، همچنان هزاران نفر در محلات تحت کنترل داعش زندگی می‌کنند. 163 نفر از این مردم که ظاهراً قصد ترک شهر را داشتند، توسط گروه خلافت اسلامی به قتل رسیدند. روز 6 ژوئن، زید رعد حسین، کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، داعش را متهم به قتل 163 نفر کرد که در پی فرار از شهر موسل بودند. زید رعد حسین که در ژنو در مقابل شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش می‌داد، گفت خشونت و توحش داعش و برخی دیگر از گروه‌های تروریست حد و مرز ندارد. نیروهای عراقی و ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا از پاییز گذشته حمله گسترده‌ای را برای بیرون راندن داعش از موسل آغاز کرده‌اند. داعش 3 سال پیش این شهر را اشغال کرده بود. عملیات دشوار و طولانی نظامی بالاخره در ماه ژانویه گذشته به آزاد شدن بخش شرقی موسل منتهی شد. اینک تلاش برای آزادسازی غرب موسل ادامه دارد. هفته گذشته
طرح بازنگری در مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود در دستور کار صحن مجلس قرار داشت، ولی خب به تعویق افتاد. در گزارشی ما دلایل این عقب افتادن و مخالفت برخی از نهادها با این طرح برای شما مورد بررسی قرار دادیم. رأی مجلس به طرح بازنگری در قانون اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر به تعویق افتاد. طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که قرار بود روز چهارشنبه 17 خرداد ماه در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود، با مخالفت یک نهاد امنیتی دولتی متوقف شد و طرح مجدد آن به بعد از تعطیلات مجلس موکول شد. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روز 23 خرداد در گفتگو با روزنامه شهر دلیل متوقف شدن این طرح را درخواست مراکز امنیتی و دولتی مربوط به مواد مخدر عنوان کرد و گفت قرار است بعد از تعطیلات مجلس در تیر ماه در صحن علنی مجلس مطرح شود. به گفته حسن نوروزی، استدلال نهادهای دولتی برای توقف این طرح کمکاری کمیسیون حقوقی بوده است، اتهامی که این نماینده مجلس رد کرد. استدلالشان این بود که گفتند کمیسیون کم کار کرده و باید طرح یک سال متوقف شود، در صورتی که ما با دادستانی، مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی و وزارت کشور بحث کردیم و کمیسیون رأی داده است. این نماینده مجلس افسود اگر حرفی دارند باید زمانی که در صحن بحث می‌کنیم بیایند و بگویند ما موافق نیستیم. قضاوت هم بر عهده نمایندگان ملت است. به هر حال خروج این طرح از دستور درست نبود. صحبت شد و دوباره امروز دوشنبه در دستور کار قرار گرفت. نوروزی به نام نهادهای دولتی مخالف این طرح اشاره نکرده، ولی ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از نهادهای دولتی است که پیشتر با این طرح مخالفت کرده و خواستار توقف آن و دخالت قوه قضاییه شده بود. مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر در بهمن ماه 1395 اعلام کرد که اولویت این ستاد توقف طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است و در صورت اصرار نمایندگان بر طرح مذکور با توجه به ماهیت قضایی طرح نظر قوه قضاییه نیز باید اخذ شود. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت این طرح در صورت تصویب عطف به ماه سبق نیز می شود و تصویب آن می تواند دست کم 4000 نفر از کسانی را که همکنون با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در انتظار اعدام به سر می برند نجات دهد. در شرایط کنونی حدود 5000 نفر در نوبت اعدام قرار دارند که 90% آنها برای اولین بار حامل مواد مخدر بودند که سن این افراد بین 20 تا 30 سال است. حسن نوروزی مسئولیت اعدام تعدادی از این متهمان را در صورت تأخیر در تصویب این طرح به عهده کسانی دانست که مانع اجرای آن می شود. این طرح دوباره 21 خرداد امسال برای دستور چاپ شده است و اگر هر روز تأخیر بیفتد و افرادی اعدام شوند، خطای آن و عواقبش برمی گردد به کسانی که چنین نامه ای نوشتند. طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 3 آذر ماه 1395 با یک فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح شد تا پس از بحث در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در صحن علنی مطرح شود. در این طرح یک ماده با عنوان ماده 466 به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق شده که طبق آن مجرمانی که از نظر دادگاه مفسد فی الاصل شناخته نشوند به جای حکم اعدام و حبس ابد مجازات آنان به زندان بیش از 30 و 25 سال تبدیل می شود. این طرح مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر را به جرائم سازمان یافته و باندی و سردسته ها، قاچاق مواد مخدر به صورت مسلحانه، مجرمان با سابقه و سوء استفاده از کودکان در زمینه قاچاق محدود می کند و در سایر موارد مجازات زندان را جایگزین آن می کند. این اولین بار نیست که بحث محدود کردن اعدام مرتبط با جرائم مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود و پیش از آن نیز دو طرح و لایحه دیگر برای کاهش و یا لغو مجازات مواد مخدر در مجلس مطرح شده بود که به دلایل اعلام نشده ای هیچگاه به مرحله تصویب نرسید. در جلسه روز 3 آذر ماه 1395 مجلس شورای اسلامی، عزت الله یوسفیان ملا ارائه دهنده طرح جدید با این پرسش که اجرای این همه حکم اعدام قاچاقچیان چه نتیجه ای داشته، گفت
در شرایط کنونی بخش عمده ای از اعدام ها مربوط به قاچاق مواد مخدر است که متاسفانه کشورهای غربی و بین المللی از این مسئله استفاده سیاسی می کنند که این موضوع هزینه کلانی را برای کشور به دنبال دارد. این در حالی است که آنهایی که محکوم به اعدام می شوند به مفهوم واقعی قاچاقچی نیستند، بلکه قاچاقچیان اصلی افرادی هستند که در هتل های آنکارا و استانبول این مسائل را مدیریت می کنند. آمار بالای اعدام یکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران محسوب می شود که علاوه بر برانگیختن مخالفت فعالین مدنی و حقوق بشری ایرانی، انتقادات فراوانی را نیز از سوی جامعه بین الملل و سازمان های مدافع حقوق بشر متوجه قوه قضاییه ایران کرده است. طی یک سال گذشته در داخل ایران اظهار نظر درباره اعدام و مخصوصاً مجرمین مواد مخدر از سوی مسئولان قضایی افزایش یافته است. اگرچه اغلب این گفتارهای رسمی در دفاع از اصل اعدام با یکدیگر اشتراک دارند، ولی در میزان بازدارندگی اعدام برای جرائم مواد مخدر و یا لزوم بازنگری در قوانین و کاهش اعدام‌ها و چگونگی مجازات‌های جایگزین احتمالی متفاوت و گاه متناقضند. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران مهر ماه 1395 در اظهار نظری با تاکید بر لزوم اجرای جدی مجازات اعدام برای مواد مخدر اعلام کرد سیاست قوه قضاییه حذف مجازات اعدام برای مواد مخدر نیست و اینکه میگویند اعدام فایده نداشت بی مورد است و اگر سختگیری قوه قضاییه نبود وضع بسیار بدتری به وجود می آمد و مواد مخدر در عطاری ها هم وجود داشت. رئیس قوه قضاییه در این حال با اشاره به اینکه قوانین مربوط به مواد مخدر وحی منزل نیست، امکان تغییر این قوانین در آینده را نفی نکرد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران یک ماه پس از رئیس قوه قضاییه در آبان ماه با این استدلال که مجازات اعدام در زمینه مواد مخدر بازدارنده نبوده از لزوم تغییر قوانین در این حوزه و کاهش میزان اعدام سخن گفت. دنبال این هستیم که چه نوع مجازات در کجا و نسبت به چه افرادی اثر بخشی بیشتری دارد تا بتوانیم به عنوان مجازات جایگزین اعدام در نظر بگیریم. البته حفظ مجازات اعدام همچنان در دستور است، اما نه در میزانی که امروز انجام می‌گیرد. ماه خرداد گذشته سالگرد کشته شدن ندا آقا سلطان در امیرآباد تهران بود. ندا آقا سلطان، این دختر جوان، در جریان تظاهراتی که بعد از انتخابات بحث برانگیز اون سال برگزار شد مورد هدف یک گلوله قرار گرفت و جان خودش را از دست داد. در این سالها بسیاری از هنرمندان ایرانی و خارجی در رابطه با ندا ترانه های ساختند. نماهنگی که ما به این مناسبت برای شما انتخاب کردیم کار گروهی از هنرمندان خارجی است که با نام compose.com شهرت دارند. شعر و موسیقی این ترانه که آهنگی برای ندا نام دارد اثری از جیبی آدامز. اجرای ترانه به عهده اینگ وان هول است. میکایل لیند، راب گلاس و جان ووتن هم اینگ وان هول رو در اجرای این ترانه همراهی میکنند. Without warning.
struck her heart with perfect aim to take a life that had no blame. You need us call for freedom's victory in a land that couldn't bear the price for truth her life has paid. Life has not been lost in tragedy. Cause someday it will set her nation free. Nina gave the life for a better people. Find the strength to no longer fear enemies of love that made. در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ماه اردیبهشت برای اولین بار مقامات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعدام‌های تابستان 67 اظهار نظر کردند. بعد از این آقای علی خامنه‌ای و آقای حسن خمینی در این رابطه صحبت کردند و از این اعدام ها آنچنان که انتظار می رفت دفاع کردند. من توصیه می کنم به کسانی که اهل فکرن، اهل تأملن، راجع به دهه 60 قضاوت میکنند، جای شهید و جلاد عوض نشود. دهه 60 ملت ایران مظلوم واقع شد. تروریست ها و منافقین و پشتیبان های اونها و قدرت هایی که اونها رو به وجود آورده بودند و دائما در اونها میدمیدند، اینها با ملت ایران جفا کردند، بدی کردند. ملت ایران
در موضع دفاع قرار گرفت، اما دفاع کرد و پیروز شد و به حمدالله توطئه های اونها رو خونسا کرد. باز دوباره برگردم، هر حادثه‌ای رو باید در به قول امروزی ها کانتکس خودش، در شرایط خودش بررسی کرد. انقلاب اتفاق بسیار بزرگی است. انقلاب جز در شرایط خاص خودش قابل تحلیل نیست، ولی منصفانه هر کسی که در اون شرایط این واقعه عظیم رو تحلیل بکنه کرنش میکنه مقابل مردم ایران. انقلاب خیلی اتفاق بزرگی است. من و دهه 60 دهه عجیبیه. بله دهه 60، حالا بعد 2 سال قبلش کالا اونا رو هم جزء دهه 60 حساب میکنیم دیگه. ببینید انقلاب یه اتفاق مبارکی است، یه اتفاق بزرگی است. تحلیلش فهم درستی از شرایطش رو میخواد. شما تا درون اون شرایط نقرار نگیرید، فضا سازی نکنید، ذهنتون رو به اون نبرید. بعضا ممکنه از دور نگاه بگیرید، گفت آتش بگیر تا که بدانی چه میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود. باید تو شرایطش قرار بگیرید. ببینید موشک بارونه، جنگه، همه چی از بین رفته، نصف کشور این طرف درگیر مسائله. وقت تموم شده ها، دارم میگن 2 دقیقه وقت مونده. اون 2 دقیقه هم دیگه دعا کنیم دیگه، میخوایم چیزش بخونیم. 2 دقیقه شرایطش قرار گرفته. انقلاب رو واقعا در فضای خودش ببینیم. این تعبیری که امروز هم رهبری اشاره کردن، جای شهید و جلاد رو عوض نکنیم، تعبیر بسیار درستی است. این که ما آدم‌ها رو در اون مقطع زمانی درست تحلیل بکنیم، حب و بغض‌های امروزمون رو به اون دوره نکشیم. هفته گذشته ائتلاف جهانی علیه اعدام کنفرانسی رو در شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا برگزار کرد. رابطه فقر با اعدام موضوعی بود که وکلای دادگستری، استادان دانشگاه و فعالان مبارزه با مجازات اعدام در مورد آن به بحث و تبادل نظر در این کنفرانس پرداختند. محمود امیری مقدم، بنیانگذار و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، هم از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانس بود. آقای امیری مقدم، خوش اومدید. قبل از هر چیز بگید در این کنفرانس چه گذشت، چه گفتن و شما چه شنیدید؟ موضوع این کنفرانس فقر و مجازات اعدام بود، چون که ائتلاف جهانی اعدام امسال موضوع روز جهانی اعدام رو هم فقر و اعدام در نظر گرفته. برای همین این کنفرانس در واقع آغازی بود برای کارزاری که در ماه‌های آینده قرار است روی این مسئله تمرکز کنه. چون که در یکی از دانشگاه‌های آمریکا برگزار می‌شد، پژوهشگران آمریکایی، وکلای دادگستری آمریکایی حضور داشتند که صحبت می‌کردند در مورد هم تجربه خودشون، هم تحقیقاتی که داشتند در این رابطه. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا این که فردی فقیر باشه احتمال این رو که این فرد به اعدام محکوم بشه در صورت ارتکاب یک جرم بیشتر میکنه یا نه؟ و در واقع تمام پژوهش ها نشون میده که احتمال اعدام به وضعیت اقتصادی و اجتماعی فرد بیشتر ربط داره تا میزان جرمی که مرتکب شده. البته ما در ایران هم شاهد این هستیم که متهمینی که بضاعت مالی برای انتخاب یک وکیل ندارند و با وکیل
تسخیری در جلسه محاکمه حضور پیدا می کنند، در عمده موارد به احکام سنگین و در صورتی که جرم اونها مواد مخدر باشه، مربوط به مواد مخدر باشه، به اعدام محکوم میشند. این مسئله فقر در ایران تا چه حدی تأثیر گذاره در روند محاکمه و دادگاه متهمین؟ دقیقا، ببین، از چند منظر مسئله فقر تأثیر گذاره. یکی اینکه همونطور شما هم اشاره کردین، افرادی که تهیدست هستند، در واقع از طبقات پایین جامعه از لحاظ اقتصادی هستند، امکان گرفتن وکیل رو ندارند یا امکانش کمتر هست براشون. به همین دلیل معمولا وکلای تسخیری دارند و از طرف دیگه این افراد خیلی وقتها در مراحل اولیه پس از دستگیری کلن دسترسی به وکیل ندارند. دوم اینکه اکثر این افراد به حقوق خودشون واقف نیستند، یعنی چه حق و حقوقی دارند، چون که افرادی که فقیر هستند معمولا هم شاید تحصیلات بالایی هم ندارند و به همین دلیل از این نظر هم اینکه به حقوق خودشون واقف نباشن اینم تأثیر گذاره. خیلی ها هستند که وقتی که به دادگاه برده میشن حتی زبان حقوقی رو متوجه نمیشند، یعنی کسانی هستند، حالا نه فقط در ایران، در کشورهای دیگه هم، که در دادگاه اصلا متوجه نمیشن که در چه زمینه‌ای داره صحبت میشه. بعضی‌ها از قسمت‌های حاشیه نشین و مناطق اتنیکی کشورها هستند که زبان رسمی رو هم خوب نمیدونن و مترجم وجود نداره. همه اینها دست به دست هم میده که باعث میشه که آمار اعدام‌ها نگاه کنیم. اتفاقا یکی از گزارش های خیلی جالبی که در این کنفرانس ارائه شد توسط یک پژوهشگر هندی بود در مورد افرادی که محکوم به مجازات مرگ در هندوستان شدند در چندین سال اخیر و نتیجه گیری ایشون هم همینطور تقریبا، یعنی درصد خیلی بالایی کلن کار ندارند، یعنی بیکار هستند، شغل ندارند، درآمدهای خیلی پایین، دسترسی، امکان انتخاب وکیل ندارند. چیزی که جالب بود این بود که چیزی نزدیک 30% از این افراد نمیدونستند که وکیل دارند، یعنی حتی وکیل تسخیری هم که بهشون داده بودند اینا نمیدونستند که این وکیل وجود داره. در ایران هم که خب در این سالهای گذشته درصد خیلی زیادی از کسانی که اعدام میشند افرادی هستند که به اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. به طور میانگین بین 50-60% همه اعدام ها در 7 سال گذشته به خاطر این جرائم بوده و بیش از 3000 نفر از سال 2010 تا کنون به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند و به گفته مقامات رسمی هم حتی این افراد قاچاقچیان عمده نبودند، فقط افرادی بودند که به خاطر فقر در عوض مبلغ خیلی پایینی دست به این کار زدند، دست به حمل مواد مخدر که منجر به اعدامشون شده. یا کسانی رو ما داریم که به خاطر فقر چند سال پیش در همدان 3 زن اعدام شدند که اینها تنها سرپرستان بچه هاشون بودند و در ازای مبلغ خیلی کم به حمل مواد مخدر دست زده بودند که دستگیر شدند و اعدام شدند. یعنی قربانیان بدون هزینه سیاسی برای نظام، برای ماشین اعدام.
در تایید صحبت‌های شما باید بگویم که یکی از وکلای مجلس شورای اسلامی عزت الله یوسفیان ملا که از جمله کسانی است که طرح حذف مجازات اعدام برای برخی جرایم مربوط به مواد مخدر را ارائه دادند، اخیرا گفت آنهایی که محکوم به اعدام می شوند به مفهوم واقعی قاچاقچی نیستند. قاچاقچیان اصلی افرادی هستند که در هتل‌های آنکارا و استانبول این مسائل رو مدیریت می‌کنند. این که حالا در واقع سردمداران باندهای قاچاق در آنکارا نشستند یا در تهران یا در کجای جهان، این رو ما نمیدونیم، ولی من با این قسمت حرفیشون کاملا موافق هستم. حداقل بر اساس مواردی رو که ما باش سر و کار داشتیم طی چندین سال گذشته، من به خاطر ندارم کسی محکوم به اعدام شده باشه برای به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر که از طبقات بالای جامعه بوده باشه. و این خب حالا میتونه ربط داشته باشه به اینکه این افراد واقعا دست به این کار زدن به خاطر فقر، یا اینکه حتی کسانی هستن که بیگناه بودند ولی از حقوق خودشون چیزی نمیدونند و دسترسی به وکیل نداشتند. و اینو باید به خاطر داشته باشیم که همه کسانی که به اتهام مواد مخدر دستگیر میشن در زیرزمین‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر در هفته‌های اولیه مورد شکنجه قرار می‌گیرن تا ازشون اعتراف گرفته بشه. سال گذشته ما سه مورد شهروند ترکیه که در زندان وکیل‌آباد 2 سال پیش اعدام شده بودن رو در موردشون گزارشی انتشار دادیم که اونها هم به همین شکل. یکی از این افراد یعنی در واقع راننده های کامیون بودند که از خانواده بسیار فقیر که حالا آیا آگاهانه یا غیر آگاهانه در ماشینشون مواد مخدر کشف شده بود و دستگیر شدند. و با وجود اینکه دولت ترکیه در موردشون اطلاع داشت باز هم اعدام شدند. و به قول خانواده یکی از این افراد، خود این فرد گفته بود که من بیگناه هستم، باری رو هم میکردم برای یه نفر که مقداری پول داده بود و قرار بود مثلا تا تکنم از هرات تا نیشابور این بار رو هم کنه که دستگیر شد و اعدام شد. ولی خب این هم مشخص است که هزینه اعدام این افراد بسیار پایینه. یعنی شما در نظر داشته باشید که 3 شهروند ترکیه با اینکه شهروند خارجی هستند، حتی اعدام اینها هم باعث نشد که عکس العملی رسمی در مورد اعدامشون گرفته بشه از طرف دولت خودشون. حالا چه برسه به افرادی که در ایران در استانهای سیستان و بلوچستان یا کردستان دستگیر میشن و اعدام میشن و حتی اسامی خیلی هاشون منتشر نمیشه. خب برگردیم به کنفرانس واشنگتن. تا اونجایی که من اطلاع پیدا کردم در این کنفرانس برخی از کسانی که در بازوی مرگ بودند و در آمریکا به اعدام محکوم شده بودند پس از سالها با اثبات بیگناهی آزاد شدند. این افراد سازمانی رو تشکیل دادند و علیه مجازات اعدام فعال هستند. این کنفرانس در واقع همزمان بود، در واقع روز قبل از مجمع عمومی ائتلاف جهانی برای اعدام بود. به همین دلیل گروه های مختلفی که در این ائتلاف جهانی برای اعدام در واقع عضو این ائتلاف هستند هم حضور داشتند، از جمله نهادهای مختلف در ایالات متحده. از بین اینها چند نهاد وجود داره که یکیشون در واقع نهادیه که توسط افرادی که قبلا حکم اعدام داشتند و بعدها به دادگاه بیگناهیشون رو در واقع بیگناه شناخته بودنشون، اینها یک نهاد تشکیل دادن که اسمش هست بیگناهان. و
این افراد بعضیشون حتی 10 تا 15 سال در زندان بودند تا به اتهام قتل، تا وقتی که این دادگاه ها شروع کردن به تست دی ان ای و مشخص شد که این افراد در واقع مجرمینی نبودند که به خاطرش محکوم شده بودند، اینا خب آزاد شدن. ولی چیزی که برای من جالبه اینه که با اینکه سالهاست اینها بیرون از زندان هستند، ولی مبارزشون رو برای اعدام متوقف نکردن، بلکه بیشتر هم دارن تلاش میکنن که این مجازات غیر انسانی لغو شه، چون که با گوشت و پوست خودشون لمس کردن منتظر اعدام بودن یعنی چه. حالا مسئله اعدام یه قسمتش خود مجازات هست که یک مجازات غیر انسانی است، ولی این دوره‌ای که فرد محکوم در زندان منتظر روز مرگ خودش هست، این در واقع به گفته برخی یکی از بدترین شکنجه ها است. و من فکر میکنم که این که چنین افرادی در واقع پرچمدار مبارزه برای اعدام باشند خب خیلی کار مهمیه. من با برخیشون صحبت کردم، اتفاقا یکیشون میگفت که از کسانی که در ایران برای اعدام مبارزه میکنند شنیده، در موردشون خونده و اونها در واقع جنبش مبارزه با اعدام ایران الهام بخش فعالیت های او هم هست. برخی از بازماندگان کسانی که به قتل رسیدن در آمریکا، اونها هم کارزاری رو راه انداختند برای حذف مجازات اعدام. ما در گذشته گزارش هایی در این رابطه در اعدام بسست داشتیم. کسانی که عدالت رو بر انتقام ترجیح می دهند در واشنگتن حضور داشتند، آنها هم صحبت کردند. یکی از این افراد که صحبتش روی من خیلی تأثیر گذاشت، یک مرد نسبتاً مسن بود که یکی از اعضای خانوادهش توسط یک زن به قتل رسیده بود و اون خب میگفت که تمام تلاشش رو کرد که این فرد محکوم شه، ولی وقتی که این فرد محکوم به اعدام شد، از اون روز، این اتفاق مربوط به 17 سال پیشه، که در این 17 سال هر روز داره تلاش میکنه که حکم اعدام اون فرد رو لغو کنند، فقط به زندان تبدیل بشه، چون که میگفت من نمیخوام که اون زجری رو که من کشیدم برای اینکه از اعضای خانوادم کشته شده، یک خانواده دیگه همون زجر رو بکشه. اکثر خانواده هایی که در واقع در ایران بهشون میگن اولیاء دم، خودشون قربانی این خشونت بودند، شاید بهتر از هر فرد دیگری لمس کند اون درد و اون غمی رو که از دست دادن یکی از اعضای خانواده منجر میشه. این احساس همدردی که ما نمیخوام، اونا میخوان که کسی که مرتکب جرم میشه، مرتکب جرم جدی مثل قتل میشه، مجازات ببینه، ولی نه مجازات وحشیانه که در واقع مثل همون جرمه و شاید حتی بدتر. در حاشیه کنفرانس واشنگتن، مجمع عمومی ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام هم برگزار شد. در این مجمع عمومی چه برنامه هایی برای هفته ها و ماه های پیش رو به تصویب رسید؟ چه برنامه هایی برای گسترش مبارزه علیه اعدام در کشورهایی که هنوز این مجازات غیر انسانی رو در قوانین خودشون دارند؟ هر سال ائتلاف جهانی علیه اعدام مجمع عمومی داره که در واقع این مجمع عمومی بالاترین ارگان تصمیم گیری این ائتلاف هست که از همه اعضا دعوت میشه که شرکت کنن. بیش از 140 سازمان مختلف از بیش از 40 کشور دنیا در این ائتلاف هستند، یعنی عضو این ائتلاف هستند، و امسال هم این مجمع عمومی تشکیل شد که
مسائل مختلفی در این مجمع عمومی مورد بحث قرار میگیره، از مسائل داخلی خود ائتلاف و اینکه پروژه هایی که باید پیش بره، گزارش هایی در مورد فعالیتشون، چه فعالیت هایی داشتند، جنبندی این فعالیت ها، در مورد آینده، در مورد ماه هایی که پیش رو داریم به سوی روز جهانی علیه اعدام که 10 اکتبر هست، یا اینکه چه راه های دیگری وجود داره که روی مسئله ارتباط فقر و اعدام در ماه های آینده توجه بیشتری بشه. از طرف دیگه هر 2 سال هم شورای راهبردی این ائتلاف انتخاب میشه توسط اعضا، که امسال هم 20 سازمان از بین این 140 سازمان انتخاب شدند. آقای امیر مقدم، سازمان های ایرانی چقدر در ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام فعال هستند؟ و آیا هیچ کدوم از این سازمان ها در شورای راهبردی هم حضور دارند؟ کلن در این ائتلاف فکر کنم 6 یا 7 سازمان مختلف ایرانی هستند، که سازمان حقوق بشر ایران از سال 2011 عضو شورای راهبردی بوده، که هر بار هم که انتخابات بوده باز هم انتخاب شده، و امسال هم خوشبختانه سازمان حقوق بشر ایران انتخاب شد به عنوان، در واقع ما تنها سازمان ایرانی عضو این شورای راهبردی هستیم، که من فکر میکنم مهمه برای اینکه در ائتلافی که برای مجازات اعدام فعالیت میکنه، مهمه که نمایندگان کشورهایی که در عمده اعدام ها در اونجا صورت میگیرن حضور داشته باشند، و ایران میشه گفت که کشوری است که نسبت به جمعیتش بالاترین تعداد اعدام ها رو متاسفانه داره، و عضویت ما در این شورای راهبردی هم برای ما مثبت، که ما از جنبش مبارزه با اعدام در کشورهای دیگه بیشتر یاد بگیریم، و هم اینکه مسئله ایران رو در دستور کار این ائتلاف قرار بدیم. با سپاس فراوان آقای امیر مقدم از همراهیتون، و همچنین برای حضور سازمان حقوق بشر ایران و دیگر نهادهای ایرانی در ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام. این حضور بسیار مهمه، به ویژه با در نظر گرفتن اینکه جمهوری اسلامی ایران رکورددار مجازات اعدام در جهانه. سپاس از شما. در جمهوری اسلامی ایران مواردی که در صورت اثبات برای اونها حکم اعدام صادر میشه کم نیستند در قانون، ولی برخی از این موارد به جرمهایی اشاره میشه که به نوبه خودشون جرایم بسیاری رو در بر میگیرن، به عنوان مثال اتهام فساد فی الارض. حدود تعریف اصطلاح شرعی مفسد فی الارض چنان گسترده است که با اندک اغراق میتوان این احتمال را مطرح کرد که هر متهمی را میشود به اتهام مفسد فی الارض بودن محاکمه کرد و بر دار کشید. از متهمان اختلاسهای کلان همچون مهافرید خسروی گرفته تا خرده فروشان مواد مخدر، که یکی از آنها سال گذشته در کازرون اعدام شد. خبرگزاری میزان که به عنوان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی شناخته میشود، در تاریخ 5 بهمن ماه 1394 افساد فی الارض را جزو جرائم و گناهانی تعریف کرده است که دارای مجازات خاص و معین شرعی بوده، و از این جهت در حوزه حدود مجازات هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است قرار می گیرد. در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درباره جرمنگاری افساد فی الارض آمده است که هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظم اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک، یا دائر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد،
به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می شود. مفسد فی الارض به طور معمول همراه محارب می آید که برای آن هم مجازات اعدام تعیین شده است. ماده 279، 280، 281 و 282 قانون مجازات اسلامی به تعریف محارب اختصاص یافته است و در قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، قانون اخلالگران اقتصادی، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها، قانون تشدید مجازات جائلان اسکناس، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان، قانون مجازات فعالیت کنندگان در امور سمعی و بصری و قانون مبارزه با قاچاق انسان از مجرم با عنوان مفسد فی الارض یاد شده است. استفاده گسترده از عبارت مفسد فی الارض در قوانین جزایی عملا باعث می شود هر مجرمی مفسد فی الارض تعریف شود و تفاوتی میان جرائم خرد و کلان باقی نماند. موارد مبهمی هم در تعریف مفسد فی الارض وجود دارد که از آن جمله می توان به کارکرد استفاده گسترده در ماده 286 اشاره کرد که به گفته برخی از وکیلان دادگستری بدون ارائه هیچ گونه ضابطه مشخصی در مورد جرائم ذکر شده به کار رفته است. بر همین اساس و در حالی که به عنوان نمونه فعالین مدنی در تلاشند جمهوری اسلامی را وادارند تا مجازات اعدام دست کم برای جرائم مواد مخدر لغو شود و طرح این موضوع در مجلس ایران هم به جریان افتاده است، امام جمعه اصفهان نه تنها قاچاقچیان مواد مخدر را مفسدان فی الارض می‌داند که باید اعدام شوند، که معتقد است معتادانی هم که امکان بازگشت آنها از مواد مخدر وجود ندارد باید مجازات اعدام شوند تا جامعه نسبت به گسترش مواد مخدر ایمن شود. استفاده گسترده از واژه فساد فی الارض در قوانین حقوقی و جزایی ایران اما این فرصت را نیز فراهم کرده است که مخالفان عقیدتی ایدئولوژیک یا حتی سیاسی نظام هم در معرض خطر مفسد فی الارض بودن و اعدام شدن قرار بگیرند. در همین زمینه و به عنوان نمونه، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در اوج اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 11 دی ماه همان سال در خطبه های نماز جمعه معترضان را مفسد فی الارض خواند. آنها که روز عاشورا به خیابان آمده اند مصادیق بارز مفسد فی الارض هستند و در اوایل انقلاب امثال آنها مجازات شدند. فساد فی الارض اما برای محدود کردن حق آزادی عقیده و بیان افراد نیز کاربرد دارد و بر همین اساس ابراز نظر مخالف یا آنچه که توهین به مقدسات اسلام، پیامبر اسلام و غیره خوانده می شود نیز باعث می شود که دادگاه ها فرد متهم را به فساد فی الارض متهم و محکوم کنند. در یکی از تازه ترین این نمونه ها مرجان داوری، مترجم و عضو فرقه ماوراء الطبیعه اکنکار به اعدام محکوم شده است. همچنین سینا دهقان را به جرم سب النبی به اعدام محکوم کردند. پیش از این موارد محمد علی طاهری که به عنوان بنیانگذار عرفان حلقه شناخته می شود به اتهام فساد فی الارض به اعدام محکوم شده بود که در حکم او تجدید نظر شد. صدور حکم اعدام برای کسانی که به دلیل ابراز عقیده به عنوان مفسد فی الارض محاکمه می شوند و در دادگاهی که معمولا روند دادرسی عادلانه در آن نقض می شود مجرم تشخیص داده می شوند خلاف تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی است. شصتمین اعدام بس است در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعد شاد و تندرست باشید.